و سهل بن عبد الله نقل که گفت که قلم و دوات رو حفظ کنید، احفظ السواد على البياض، این نوشته های سیاه رو که بر اوراق سفیده اینا رو حفظ کنید. این جمله برای من مهمه. فما احد ترک ظاهر الا تزندق، کسی نیست که ظاهر دین رو ترک کنه مگر اینکه زندیق میشه. همین جمله برای همه کسانی که ادعای ظاهری و باطنی میکنن کافیه که چطور اینها به زندقی رفتن، از ابن عربی گرفته تا خمینی، چطور به زندقی کشنده شدن. بشنوید ای صوفیان ارجمند و روشن شوید. از سهل بن عبدالله نقل که گفت هیچ راهی به سوی خداوند بهتر از علم نیست. اگر از راه علم دور یک گرام دوری کنید، 40 روز در تاریکی افتادید. و از امام اهل سنت احمد ابن حنبل رضی الله تعالی عنه، یکی از ائمه اهل سنت، نقل که وقتی که دوات ها را در دست شاگردانش دید، گفت که اینها چراغ های اسلامه، همین کلم و کاغذ ها قدرت مسلمان ها در همینه، برای اینکه در پشت این کلم کاغذ ها منطق وجود داره، علم وجود داره، دانش وجود داره. و اولین چیزی که ازش امت اقرا، اولین چیزی که ازش گرفتن بعد از استعمار اقرا بود. الان در دنیای غیر مسلمان ببینید که چقدر میخونن و در دنیای مسلمانان ببینید که چقدر نمیخونن. شما اینجا برو بیرون، در اتوبوس مردم میخونن، در قطارها مردم میخونن، همه جا خوندن و با این پیش رفتن. امتی که کتابش با اقرا شروع میشه، با بخوام شروع میشه، شده در دنبال پشت سر همه ملت ها، چون نمیخونه.